کایلی کوانگ، جادوی ساده، مترجم علیرضا امینی. قسمت اول، قلب شانگهای. هر روز افراد مسن دوست دارن بیان اینجا و ورزش صبحگاهی انجام بدن. درسته، مثل تایچی، شمشیربازی، حرکت پروانه. بعضی از هنرهای رزمی نیاز به تمرکز ذهن و تنفس دارن. واسه همین این ورزش ها برای سلامتیمون خیلی مفیدن. چه روش زیبایی برای آغاز کردن روز انتخاب کردن؟ ورزش در هوای آزاد. اینجا واقعا بهترین مکان برای این کاره، چون هم فضای کافی وجود داره و هم نسیم موهاتون رو نوازش میکنه. اونجا دارن چی کار میکنن؟ آپرای پیکره. چقدر جالب، توی این پارک همه چی پیدا میشه. بریم ببینیم. اینجا یه زن فوق‌العاده است که در گوشه ای از پارک فشار خون افراد رو اندازه‌گیری میکنه. آخرین باری که رفتم دکتر گفت فشار خونم بالاست. گفتم چطور باید بیارمش پایین؟ گفت خب اول از همه باید از مصرف زیاد سس سویا دست بکشی. وقتی اینو شنیدم بدجوری نگاش کردم و گفتم داری شوخی میکنین؟ سس سویا واسه من مثل سلام کردن میمونه. ده روی چهارده. ده روی چهارده، یکم بالاست مگه نه منسی؟ بله. صدها ساله که چینی ها برای مقابله با استرس از تکنیک های بسیار غیر عادی و عجیبی استفاده میکنن. وقتی اومدم اینجا خیلی حساس شده بودم، در واقع احساساتی شدم. هنوز چند روز از اومدنم نگذشته بود که دوست داشتم برگردم. اگه همچین پارکی توی استرالیا بود هر روز میرفتم پارک. چقدر تاریکه، واقعا تاریکه، درست مثل یه قاره ولی با دهانه کوچیک‌تر. جالبه این خانم اینجا دارن یه توفوی قشنگ کبابی با دافو و گوجه درست میکنه. وای سوختم سوختم، بریم کنار. این پنیر توفوی کبابی نرم همراه با گوجه و تکه های گوشته خیلی خوشمزه است. این فوق العاده است. این همون غذاییه که من خیلی دوست دارم، تکه های کوچولوی خوشتم. توی این کاسه لوبیای سرخ شده مخلوط و توی این یکی کاسه هم اگه اشتباه نکنم باقالیه، درست میگم خانوم؟ بله. عالیه. درست کردن یه ظرف خیارشور مثل این خیلی راحته. این خانم خیارا رو خوب بریده، بعدش حتما شکر و نمک اضافه کرده و گذاشته توی یخچال تا منجمد بشن و شکل ترشی بگیرن. ایشو میگم میتونی یه مقدار با خودت ببری؟ وای چقدر شما خوبین. آره حتما یه مقدار میبرم. خیلی ممنونم، واقعا خوشمزه بود. از آشنایی با شما خیلی خوشحال شدم خانم، خیلی ممنونم، لطف کردین. طرز تهیه خیار ترش و تند. میخوام طرز تهیه خیار شور تند رو بهتون بگم. خب تندی این خوردنی از فلفل قرمز تازه میاد و ترشیش هم از آب لیموی تازه و ترش. من خیارا رو پوست کندم و از وسط نصفشون کردم. دونه هاشو میگیرم.
یک قاشق چای خوری نمک دریایی اضافه میکنم، چون نمک آبو از سبزی میگیره، در واقع آبو بیرون میکشه. علاوه بر این باعث میشه خیار ترد و خشک هم بشه. به مقدار نمک شکرم میریزم، بعد مخلوطش میکنم. مخلوط رو واسه یک ساعت میذارم کنار بمونه و البته قبلش مایه ترشی رو بهش اضافه میکنم که همون سرکه سفیده. حدود یک فنجان سرکه رو به همراه مقداری شکر در ظرفی مخلوط میکنم تا شکر در سرکه حل بشه. فکر کنین میخواین چند روز تو خونه اون زن زندگی کنین، همون خونه کوچیک و قارمانند با کوچه های شلوغ پلوغش. براتون سخته ولی انقدر مهربونن که سختی های اونجا رو براتون آسون میکنه. شاید چیزی ندارن ولی انگار همه چی دارن. خیلی خوب، سرکه و شکر دیگه داره میجوشه، پس باید الان شعلهشو کم کنم و بذارم حدود 10 دقیقه همینطور بجوشه. بعد از اینکه سرکه و شکرمون رو به مدت 10 دقیقه روی شعله کم حرارت دادیم، به شکل این ماده رقیق، شفاف و زیبا در میاد. باید اعتراف کنم که این ماده یکی از چیزهای مورد علاقه منه، درست شبیه نمک فصلی میمونه. در ادامه یک پیمانه دانه فلفل سیترون برمیدارم و اونو با 3 پیمانه نمک دریایی مخلوط میکنم، چون میخوام اونا رو به صورت خشک تفت بدم، درست مثل ادویه‌های دیگه‌ای که به این صورت درست میکردم. با این کار میتونین روغنای معطری که در تخم فلفل سیچوان وجود داره رو بیرون بکشین. بعد از مدتی درست مثل ذرت بوداده میترکن و ازشون کمی دود بلند میشه، یعنی ما درست پیش رفتیم. بعد تو بشقاب میذارم تا خنک بشه. اینجا رو ببینین، سرکه ترشیمونم خنک شده. از خیارایی که یک ساعت توی شکر و نمک خوابونده بودم میخوام ببینین چقدر آب بیرون اومده. سرکه رو میریزم توی ظرف خیار و تعدادی فلفل قرمز، البته یه دونه فلفل قرمز بزرگم با بقیه فلفلا میریزم توی ظرف، چون تندیش بیشتر از اوناست. فلفلا رو به این صورت خرد میکنم و به ظرف سرکه و خیار اضافه میکنم. میخوام سالاد طعم خاصی داشته باشه. واسه ترشمزدگیش چه چیزی بهتر از لیمو ترش میتونم استفاده کنم؟ هیچ میدونستین که دستمون میتونه یه صافی عالی باشه؟ اینجا رو نگاه کنین، هسته های لیمو کف دستم گیر میکنن. البته اگه یه بریدگی سطحی توی دستتون دارین امتحانش نکنین. خب حالا میخوام فلفل و نمک سیچوان یخ بسته رو بسابم. شما هم میتونین مثل من بوی دلربا و رایحه معطر فلفل سیچوان رو استشمام کنین. معرکه است. میخوام مطلبی براتون از کتاب هنر مدرن آشپزی چینی نوشته باربارا ترت بخونم. زمانی در چین رسم بود کیسه های بوگیر لباس رو از دانه فلفل سیچوان درست میکردن و به نشانه محبت به هم هدیه میدادن. چه محبت تندی! دونه فلفل رو به نشانه محبت هدیه میدادن. الان هم همینطوره، بچه تا یه ذره صداش در میاد مادرش با فلفل میاد سراغش. بگذاریم. حالا یه قاشق چایخوری فلفل و نمک اضافه میکنم. یه خورده هم سس ماهی. مواظب باشین سس ماهیتون توی ماشینتون نریزه، چون دوستاتون رو از دست میدین. اگه روزی هم ریخت دوتا راه دارین، یا ماشینتون بفروشین یا از صخره بندازینش پایین. این سالاد میتونه هر جای میزتون قرار بگیره، حتی میتونید وسط میز قرارش بدین. پیشنهاد میکنم این سالادو حتما با فیله جوجه و چند تا میگوی کبابی با برنج میل کنید. خیلی دوست دارم خانمی که اون روز به هم خیارشور تند داد بیاد اینجا توی آشپزخونم و از خیارشورای تند من میل کنه. میخوام گرمی و محبتی که اون روز به هم داد و تا حدی جبران کنم. عجیبه که مهرش به دلم نشسته. شاید به این دلیل باشه که منو یاد مادرم میندازه. یه جورایی هم شبیه مادرم بود. دو کاسه سالاد برمیدارم. این یکی واسه خودم و این یکی هم واسه اون خانمی که اون روز دیدیمش. نظرتون چیه؟ منسی منو به مغازه میبره که فقط مدلای مختلف چوبای غذاخوری چینی رو میفروشه. منظورم همون چاپستیکه. وای اینجا رو نگاه کن، هر مدلی بخوای هست. حتی چوبای غذاخوری تزئینی هم دارن. چه هدیه کوچولوی قشنگی.
یه وقت فکر نکنین اینا جاسویچی یا گوشوارن و همشون چوبای غذاخوری کوچولو هستن. چی میگی کایلی؟ دلیلی که من از چوبای غذاخوری چینی خوشم میاد اینه که با این چوبا میتونم لقمه کوچیکی از غذا بردارم و کمکم میکنه به طور منظم لقمه‌های کوچیک بخورم و پرخوری نکنم. اگه بخواین غذاهای چینی رو با چنگال بخورین به 3 روز نمیکشه که دچار سوء هاضمه میشین. خوردن غذاهای چینی با چنگال ناامید کننده است. مثل این میمونه که بخواین تو یه لیوان خیلی بزرگی که انتهاش هم 2-3 تا سوراخ داره آب بخورین، خیلی سخته. کایلی، یه داستان در مورد چوبای غذاخوری نقره‌ای هست. جدن؟ چیه؟ در زمان قدیم وقتی امپراتور میخواست قبل از خوردن غذا امتحانش کنه، از این چوبای نقره‌ای کمک میگرفت. اگه غذا سمی بود رنگ نقره‌ای چوبا عوض میشد. آه، چقدر زرنگ. آره، درسته. بعدش گذاشتن اول مستخدم غذا رو امتحان کنن. من و منسی اومدیم یه اردک کباب شده یه خوشگل بخریم. اینجا خیلی شلوغ پلوغه. وقتی مردم از هر سمتی میان طرفت میترسی، بعدش احساس امنیت میکنی چون فقط از کنارت رد میشن. این گیره های بزرگ ها اینجا میبینین؟ اینا اردک های پکنی هستن که بیرونشون ترد و خشکه و داخلشون نرم و آب داره. روش درست کردنشون هم اینه که سر و ته اردک نپخته رو میدوزن که معمولا با سیخ کباب این کارو انجام میدن، ولی اینجا میبینین که با گیره این کارو کردن. اون وقت با کمک یه تلمبه دوچرخه بین پوست و گوشت اردک رو باد میکنن که اردک پفدار و بزرگ به نظر بیاد. پس واسه همینه که اینجا گیره و تلمبه نایاب شده، مگه نه؟ حالا گیره رو جدا میکنن، بعد روش رو با چاقو برش میدن. این شیره بهترین قسمتشه که با بادیان و دارچین و مقدار زیادی 5 ادویه و نمک بهش طعم دادن و خوشمزش کردن. بهش بگو من پنکیکم میخوام. شما میتونین یه پنکیک خوب رو از روی نازک بودنش تشخیص بدین. باید مثل یه کرپ نازک باشه. الان انگشتامو از اون طرفش میبینین، این پنکیک بد نیست. اون چی میگه منسی؟ میگه چقدر دوستت وارده. مثلا من آشپزم ها. اینم از این، خیلی خب ممنونم. پنکیک آبدار و نرم، اردک خشک و ترد با رنگ قهوه‌ای، سس خوشمزه، لوبیای تازه و لذیذ و پیاز خام ترد. دستور پخت اردک با سس سویا. من میخوام اردک رو با روش دیگه ای بپزم. خب من بهش میگم اردک با سس سویا. نکته ای که در مورد طرز تهیه این غذا جالبه، مایه سس سویا است. در افسانه های کهن چینی اومده که قدیمی ترین مایه سس حدود 200 سال قدمت داره و از نسلی به نسل دیگه منتقل شده. برای همینه که بهش لقب اصاره اصل رو دادن. اینجا یه ظرف دارم که داخل 6 لیتر آب سرده. میخوام همه این مواد رو بریزم داخل ظرف. تعدادی پیاز چهل، زنجبیل، سیر، سرکه مخصوص، بهترین سرکه چین، که تمام سرکه رو می‌ریزم توی ظرف. 2 فنجان سس سویای غلیظ و 1 فنجان سس سویای رقیق. در مرحله بعد ادویه اضافه می‌کنم. اولیش بادیانه. این نوع بادیانی که الان توی دستم می‌بینین بهترین طعمو داره. می‌خوام حدود 10 تا از اینا رو بریزم توی ظرف. چوبه دارچین. البته اگه دارچین زیادی توی ظرف بریزم مزهش میشه مثل خمیر سریش. خمیر سریش در واقع یه نوع چسبه که وقتی مدرسه میرفتیم ازش استفاده میکردیم. بعضی از همکلاسیام عادت داشتن یه گوشه میشستن و از این خمیر میخوردن. البته من مطمئنم سم نداره. طعمش یه طعمیه مثل شیرینی بادام یا یه طعم عجیب دیگه. در ادامه به موادمون کمی پوست پرتقال برای طعم، یه خورده روغن کنجد و در آخر 1 فنجان شکر قهوه‌ای اضافه می‌کنیم. حالا مواد آماده جوشیدنه. درشو گذاشتم تا واسه 40 دقیقه آروم بجوشه.
بشه اردک رو بذارم داخلش تا آب پز بشه. حالا نوبت آماده کردن اردکه. کسی که توی شانکای اردک رو قطعه قطعه میکرد استخوناش رو انداخت توی سطل آشغال، ولی اگه مادرم اونجا بود به جای استخونا خودش رو مینداخت توی سطل. میتونست استخونا رو توی یه کاسه جدا بذاره و ازشون یه عصاره گوشت خوشمزه درست کنه. قبل از اینکه اردک رو داخل قابلمه بذارم سر بالاش رو جدا میکنم، چربی انتهای اردک هم جدا میکنم و به مدت 25 دقیقه روی حرارت میذارم. من میتونم در اصلی قابلمه رو روش بذارم، ولی از یه بشقاب چینی استفاده میکنم چون سنگینیش باعث میشه گوشتای داخلی اردکم خوب بپزه. بعد از روی حرارت برش میداریم و میذاریم به مدت 2.5 ساعت الی 3 ساعت داخل مایه عصاره خیس بخوره. میکشمش توی بشقاب. خب کاری که قراره با این عصاره انجام بدم اینه که صافش کنم. بعد چیزی که باقی میمونه یه عصاره اصل تمیزه. اگه این غذای اردک رو 2 سال پیش درست میکردم و امروز استفاده میکردم، اون وقت یکی از نواده های عصاره اصل میشد، همونطور که من از نوادگان پدر بزرگم هستم که اسمش کوانگ سوردک بود، بعدش شد اردک و کم کم شد اردک. جالب نیست؟ یعنی من نوه اردک بزرگم. چه افسانه‌ای تعریف کردم و شانس آوردم اردک پختم. اگه گوسفند میپختم بقیه اجدادمو میکشیدم وسط. حالا نوبت مرحله بعدیه که خیلی هم جالبه و اون مواد دیگه‌ای که همراه این غذا استفاده میشه، خیار تازه که از طول خوردش میکنم اینطوری، پیازچه، و حالا سس هویسن. چون این سس خیلی غلیظه میخوام بهش یه خورده مایه اضافه کنم تا از غلظتش کم بشه. واسه همین بهش کمی سرکه اضافه میکنم. حالا نوبت خرد کردن اردک میرسه. باید با چاقو به جونش بیفتم. اینجا تصمیم با خودتونه که استخون سینه رو از کدوم طرف ببرین. بعد سر چاقو رو روی لبه گوشت بذارین و از استخون جداش کنین. آخرین چیزی که باید اضافه کنم پنکیک داغه. ازش بخار بلند میشه. شما میتونین این پنکیک ها رو آماده از سوپرمارکت ها بخرین چون درست کردنش سخته. در ضمن بخارپزم در حال جوشیدنه. پنکیک ها رو به مدت 4 دقیقه داخل بخارپز میذارم. اینم اردک با سس سویا و پنکیک به همراه سس هویسن، پیازچه و خیار تازه. گوش جان. چه اتفاقی داره واسه این قسمت شهر میفته؟ چی شده؟ خب من از افراد دور و برم شنیدم که میگن بیاین این قسمت شهر رو ببینین چون دارن خونه های قدیمیش رو خراب میکنن و میخوان جاش آپارتمان های شیک و جدید بسازن. آه فهمیدم. اینجا رو ببین داره چی کار میکنه. وای بیاین جلو. اینجا همه چی به موقع درست میشه. چیزایی که اینجا برای شامن. این بادمجونه که سر و تهش بریده شده، اونم خیاره که پوستش کنده است و اینم برنجه که توی آب گذاشته شده تا واسه بخار پس شدن آماده بشه. این منظره کوچیک زیبا رو توی روستاهای فرانسه هم میشه دید. در واقع در اکثر کشورها میبینیم. سب کن برگرد بیا اینجا. بیا این خانم داره پنیر توفو سرخ میکنه. اون تکه های توفای نرمی داره که فقط میذارتشون توی روغن داغ. بپرس هر شب واسه چند نفر اینو درست میکنه؟ 3 نفر. داره واسه 3 نفر غذا درست میکنه و یه مایتابه و یه برنج پزم داره. این غذا هزینه خیلی کمی میخواد ولی خیلی خیلی خوش طعمه. من میخوام دستور پخت این توفوی نرم سرخ شده رو بهتون نشون بدم که مخلوطی از فلفل سیچوان و لیموی ترش تازه است. واسه همین هم شوره هم ترش.
طرز تهیه پنیر توفوی سرخ شده. چیزی که اینجا دارم توفوی نرمه که مخلوطی از دانه سویا، آب و ماده منعقد کننده است که اونو به این ماده جامد تبدیل میکنه. پنیر توفو انواع مختلفی داره که این یکی احتمالاً خوش‌طعم‌ترینشونه. اولین کاری که باید انجام بدم اینه که اونو از بستش در بیارم که این کار مثل یه درگیری کوچیک با دسر پاناکوتاست. من یه چاقوی خیلی تیز دارم. فقط با احتیاط یه برش روی لبه این ظرف پلاستیکی میزنم و خیلی آروم روی بشقاب برش میگردونم. واسه بریدنش یه برش از عرض به سمت پایین میزنم. برش بعدی رو از طول میزنم. بعد هر کدومو 4 قسمت میکنم و در آخر به 8 قسمت مربع شکل در میارم. در واقع این یه وعده صبحانمه. میدونم که عجیب به نظر میرسه، آخه من دوست ندارم صبحانه فرنی سبوس گندم بخورم. تازه اگه یه خورده سس سویا هم روش بریزم عالی میشه. پیشنهاد میکنم حتما امتحانش کنین، فوق‌العاده است. فلفل سیچوانو با نمک مخلوط میکنم و قبل از اینکه آسیابشون کنم میذارم تا یخ ببندن. حالا باید توفو رو حسابی تو روغن گیاهی سرخ کنم. جالبه بدونین من وقتی میخوام جوجه، ماهی یا میگو رو سرخ کنم از روغن گیاهی استفاده میکنم، چون تقریبا بی طعمه. اینجا مقداری آرد ساده دارم و خیلی با دقت تکه های پنیر توفو رو داخلش میذارم و خیلی آروم به این صورت توش میغلطونم. خیلی این پنیرها رو جابجا نمی کنم چون توفوها خیلی ظریفن. می خوام یه رازی رو بهتون بگم. اگه شما یه لباس قرمز بپوشین باعث میشه توفوی شما خوب به هم بچسبه. آخه قرمز رنگ خوششانسی چینی هست. حالا روغن رو تست می کنم. سطح روغنمون کمی موج داره اما می خوام با ساقه گشنیز تستش کنم. اینجوری داقه، صداشو شنیدی؟ به این میگن رقص گشنیز سرخ شده. روغن آماده است و توفوها رو توی اون سرخ میکنم. یکی از کتابای دوست داشتنی آشپزیم داشتم تاریخچه توفو رو میخوندم که نوشته بود مردم صدها سال پیش در هر روستای کوچیکی در چین به قطعه های خوشگل توفو میبالیدن. یعنی که توفو از گذشته برای چینی ها اهمیت داشت. حالا دیگه دانه های فلفل سیچوان هم یخ بستن. خانومی که پشت پنجره خونش دیدیم داشت واسه 3 نفر توفو درست میکرد و یادتونه؟ من که مطمئنم میخواست توفوشو با نمک و فلفل سیچوان بخوره. اون خانوم داشت تمام غذای خانوادش رو تو همون یه مایتابه میپخت، یعنی مایتابه خیلی خوبه ورک. شما میتونین به راحتی از رنگ توفو بفهمین آماده شده یا نه. با دستمال کاغذی روغن اضافه‌شو بگیرید. میتونین این غذا رو به عنوان غذای عصری استفاده کنین. برای غذای عصری گزینه خیلی خوبیه، اینطور نیست؟ اینا هم تندن، هم خوشگلن، هم ترد. صدای تردیشونو میشنوی؟ مثل سنباده است. قابل توجه نجاره عزیز؟ حالا 2 سر لیموی ترش رو میبرم و به همراه گشنیز تازه کنار غذا میذارم. این توفوی سرخ شده من با فلفل سیچوان، نمک و لیموی ترش تازه. نوش جونتون. چه بازار گل قشنگیه، چند وقت اینجاست؟ در واقع این مکان بین دهه 20 و 30 محل مسابقات اسب دوانی بوده. محل مسابقات اسب دوانی؟ آره. چه جالب.
چرا اینجا اومدی؟ میخوام واسه مامانت گل بخرم. آره. مامانت چه گلی دوست داره؟ تمام گلا رو دوست داره. تو چه گلی دوست داری؟ من فقط گلای 100 تومانی رو دوست دارم. چه گلی دوست داری؟ گلای بزرگ کرکدار. تقریبا. آره خودش رو نگاش کن. وای. گوش کن. آره خیلی گلای خوبی میدن. توی استرالیا هر وقت فصل این گلا باشه تمام رستوران ها همه از این گلا میذارن روی میزاشون. فکر کنم مامانش از این گلایی که خریدم خوشش بیاد. حتماً. امشب قراره برای خانواده منسی آشپزی کنم به خاطر کمک های منسی که شگفتی های شانگهای نشونم داد. سلام اومدیم. سلام. وای چقدر خوشگله. چه ناز. اسمش چیه؟ سارا. وای لوپاشو نگاه کن. این برای شماست. بفرمایید. خیلی وقت به موقعی که جای مهمون بودم آشپزی نکردم. تمام این تفت دادن ها توی 3 دقیقه انجام میشه. این نکته عجیب تفت دادنی ها به سبک شرقیه. کاریه که هم سریعه هم آسون. میگوی تفت داده شده با مارچوبه، سیر کوهی و یه سیر گنده. خیلی متشکرم. منم خیلی متشکرم.